هی عکس بگیر، آزمایش بده، راست بشین، کج بشین. آخرش هم میدونم من هیچیم نیست، فقط کلی پول ریختیم دور. حتما لازم بوده مادر من، توقع داشتی مشکل استخونی و با درجه تب و فشار خون متوجه بشن، باید عکس بگیرم ببینن چه خبره دیگه. هر جا میرفتیم باید یه مش پول میدادیم، جیگرم کباب میشد وقتی میدیدم ستاره هی دست میکنه تو کیفش به این و اون پول میده. ستارم لابد داشته، اگه نداشت که خرج نمیکرد. بچه هم انگشترشو فروخته بود. یکم با خواهرت مهربون تر باش، زبونش تنده ولی همه هوش و حواسش پی من و توه. باشه؟ چشم. شماره 14؟ بله. خیلی مرخوش. مادر شما قبلا سالها پیش تصادف یا زمین خوردن شدید نداشتن؟ تصادف که نه، ولی چند سال پیش تو برفا لیس خورد. به دکترم مراجعه کردید؟ دکتر نه، یکم استراحت کرد، جاشم گرم نگه داشت، بعد گفت خوب شده. سهل‌انگاری کردید خانم. متوجه نمیشم. این عکس‌ها نشون میده که یکی از مهره‌های گردن مادرتون یه شکستگی کهنه داره. و چون به دکتر مراجعه نکردید، این شکستگی ناجور جوش خورده و کلسیم سازی درستی صورت نگرفته. این کلسیم سازی غلط تبدیل شده به یه توده که به نخاع فشار وارد کرده و عصب اون رو تحت فشار قرار داده. متاسفانه نخاع طی این سالها و بر اثر فشاری که روش وارد شده به شدت نازک شده. بی‌حسی دست و پای مادرتونم به خاطر همین فشاریه که روی نخاع و عصب اون داره میاد. خب دکتر، حالا درمانش چی هست؟ باید هر چی سریعتر عمل بشه. عمل؟ نمیشه با دارو کنترلش کرد؟ نه، به هیچ وجه. ببخشید دکتر، حالا این هزینه عملش چقدر هست؟ من دقیقا نمیدونم. حالا حدودی. بیمه اید؟ نه. با توجه به اینکه بیمه نیستید، هزینه عمل یکم بالاست. بالا یعنی چقدر؟ لااقل 20 میلیون. 20 میلیون؟
مگه میخواین چیکار کنین؟ کار ساده نیست خانم. باید توده کلسیوم اضافی که این سالها روی هم انباشته شده رو برداریم و مهره شکسته رو ترمیم کنیم. برای ترمیم این مهره باید از قسمتی از مهره های سالم استفاده کنیم. میبینید که کار با اون ساده ای هم که فکر میکنید نیست. ببخشید دکتر، اگه عمل نکنه چی؟ ایشون باید حتما عمل کنه. نخا خیلی باریک شده و با کوچکترین حرکت سختی ممکنه پاره بشه. فکر میکنم خودتون بدونید پاره شدن نخا یعنی چی. فلج؟ از گردن به پایین. خیلی متاسفم. اگه همون سالها بهش میرسیدید با یه هزینه جزئی همه چی درست میشد. ولی حالا 20 میلیون بر من خیلی زیاده. فکر میکنین شما بتونین به من یه تخفیف بدین؟ من خیلی بتونم بهتون تخفیف بدم. از دستمزد خودم میتونم. یه سری هزینه ها هستش که مربوط به بیمارستان و پزشکای دیگه است. بله میفهمم. هر جور شده باید این پول جور کنم. پس تا اون موقع خیلی مراقبش باشید. نباید تکون شدید داشته باشم. نباید زمین بخورم. یه گردنبندم مینویسم همیشه به گردنش باشه. حتی موقعی خواب. خسته نباشید. شما خسته نباشید. ممنون. خدافظ. سلام. سلام، خسته نباشید. سلام خانم دکتر، ممنون. دختر گلت خوبه؟ دست بوسه. این خانمی که الان از مطب دکتر رزمی اومد بیرون مریض دکتره؟ آره حتما. پروندهش پیشته؟ میخوای چیکار؟ از دور دیدم شب یکی از آشناهامون بود. میخوام ببینم خودشه یا نه. اجازه بدین الان براتون میارم. این پروندهشه. اسمش مرضیه عباسی. مرضیه عباسی خودشه؟ آره گمونم خودشه. خیلی لطف کردی، ممنون. خواهش میکنم، شما انقدر به ما محبت کردین که ما همیشه مدیون شماییم. این چه حرفیه؟ دختر گلتو ببوس. خدافظ. خدا ببخشید بابا تنهاتون گذاشتی. عیبی نداره، منم به کارم رسیدم. بچه نخوابه که نمیشه. انقدر از سرکول بابا بالا میره نمیذاره به کارشون برسن. میتونم ازت خواهش کنم چند تا استکان چای بیاری بابا؟ حتما. چشم. یه دونه دخترت دوست داری؟ آره؟ بله زیاد. اگه یه نفری پیدا بشه اون اذیت بکنه، اشکیشو در بیاره، آزارش بده، وقت چه حسی داری؟ متوجه منظورتون هستم. ماهرخ دختر یکی دونه منه. میخواستم که به این حس مشترک برسیم. دوست دارم متوجه بشی که من چقدر ماهرخ دوست دارم. حستون رو درک میکنم. از من بدتون میاد، درسته؟ دارم سعی میکنم گذشته رو فراموش بکنم، به خصوص حالا که میبینم ماهرخ خیلی خوشحاله، اونم به خاطر تو.
ما تلاش میکنیم تصمیم درستی بگیریم. نمیخوایم گذشته دوباره تکرار بشه. خیالتون راحت باشه. سر تو این باید نگه دار. ستاره ولم کن. دارم خفه میشم. نمیتونم نفس بکشم. نه ترس مادر جون، خفه نمیشی. میگم دارم خفه میشم. باور نمی کنی؟ به خدا بازش کنی، نه من نه تو. اصلا چی کار میکنی؟ مادر من، اینقدر با من یکی بدو نکن. لابد مهمه دیگه، دکتر گفته. دکتر خودش 5 دقیقه اینا ببنده به گردنش ببینم تحملشو داره. دکتر که مشکل شما رو نداره. منم مشکلی ندارم. همش تقصیر خودتونه. اگه اون سالی که تو برف خوردین زمین میرفتین یه دکتر درست حسابی، حالا وضعتون این نبود. ستاره راست میگه مامان، حرف گوش کن. خدایا ببین به چه روزی افتادم. باید تحمل کنی مادر جان. تا که؟ تا وقتی که نوبت عملتون بشه. حالا هم انقدر غر نزنی. خودتون باید به فکر خودتون باشی. به خودت فکر نمی کنی، به ما فکر کن. یعنی اینقدر بازم خرابه؟ الهی قربونتون بشم. درد بی درمون که نیست. خوب میشین انشالله. آره مامان راست میگه. نیم ساعت که بگذره بهش عادت میکنی. من به این عادت نمیکنم. اصلا خودت میدونی. خب ممنون به خاطر همه چی. دیگه وقت رفتن. خداحافظ. فرامرز. بله. تو خانمی به نام مرضیه عباسی میشناسی؟ تو این یه ماهه نه. حالا گذشته رو نمیدونم. چیه باز دست گل آب دادم؟ امروز تو بیمارستان یکی رو دیدم شبیه اون خانمه بود. کدوم خانمه؟ همون خانومه. به اصطلاح مهندس ستاری. تو مگه اونو دیدی؟ یه بار تعقیبت کردم. میخواستم بدونم که همه این حرفایی که میشنوم حقیقت داره یا نه. از دور تو تاریکی دیدمش. اون اسمش مرضی عباسی نیست، اسمش ستاره است. فامیلیش چیه؟ نمیدونم. پس تو چی میدونی؟ گفتم که هیچی. آره شاید اشتباه میکنم. تو این شهر این همه بیمارستان دکتر وجود داره. چرا بیاد اونجا بره پیش دکتر رضوی؟ دکتر رضوی؟ مریض دکتر رضوی بود؟ آره. هفته پیش من آدرس شماره تلفن دکتر رضوی دادم ستاره. مگه مشکلی داره؟ نه گفتم مطمئن شه. مطمئن شه که من حافظم از دست دادم. گفتم میتونه برای دکتر بپرسه. شاید به خاطر همین بود اومده اونجا. شاید. چیزی هست که نگرانت کرده؟ هر وقت حضور این زن تو زندگیم حس میکنم نگران میشه. ببین اگه به من اطمینان نداشته باشی نمیتونی این مشکلات رو حل بکنه. نمیدونم، دست خودم نیست. برو دیرت شده. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. نوبت عملش کی میشه؟ خیلی طول نمیکشه. فقط تو رو خدا حواست بهش باشه. من که فقط شبا خونم. روزام که میرم مدرسه. باشه. خودم از فردا میام پیشش میمونم. خیلی وضعش خرابه نه؟ نخواهش قده یه مو نازک شده. میفهمی؟ یه تکون شدید ممکنه؟ وای نه. حالا چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟ خواستم بگم که بدونی قضیه خیلی جدیه. تو میتونی فردا صبح نری مدرسه؟ پیشش بمونی؟ من یه چند تا کار دارم باید بهشون برسم. باش، میمونم. حالا برو تو اتاق. نمیخوام فکر کنه دوتای جلسه گرفتیم. برو. باش. ستاره؟ چیه؟
هزینه عمل چقدر میشه؟ نگران نباش، خودم جورش میکنم. میتونیم از مسجد محل وام بگیریم، قرض الحسنه. حالا این مسجد محل چقدی وام میده؟ یکی از دوستان واسه پول پیش خونه شون یه تومن وام گرفته. فکر کنم اگه بدونن چقدر کار ما مهم و حیاتیه تا یکونی من بشه ازشون گرفت. باشه باشه، حالا برو تو اتاق. کم پول احتیاج دارم. این مشکلیه که این روزا همه دارن. ولی من به این پول خیلی احتیاج دارم. قبول. ولی کجای روزگار دیدی بدون کار به آدم پول بدن؟ خب بهم کار بدید. بحران اقتصادی و بیکاری تو دنیا بیداد میکنه. اخبار که گوش میدی؟ ولی من خیلی کار برای شما انجام دادم. مفت و مجانی؟ خب نه، پولش هم گرفتم. شما این پول به من بدین. منم انقدر مجانی براتون کار میکنم تا بدهیم با اتون صاف بشه. حالا چقدر میخوای؟ 20,000. به خاطر 20,000 تومان بلند شدی اومدی اینجا؟ مسخره بازی در نیار. خودت میدونی منظورم چیه. 20 میلیون؟ کم نباشه یه وقت. خب کار میکنم بهتون پس میدم. شرمندم ستاره خانم. خیلی دوست داشتم کمکت کنم. ولی دستم خالیه. شما هم که کارمند رسمی ما نیستید که سر ماه به سر ماه بیاید ما بهتون حقوق بدیم. کارمزدید. اسمش روشه، یعنی چی؟ کار مزد. هر کاری هم که قبول نمی کنی. ولی من هر کاری که شما گفتید انجام دادم. ده ندی که یادت نیست بهت پیشنهادی یه کار حسابی کردم، گفتم برای جنسای ما مشتری پیدا کن، خودت نخواستی، بلا الان ما به مشکل بر نمی خوردیم. خب من نمی خواستم تو هم یه مش جوون باشن. این دیگه مشکل خودشونه نه ما. خب باشه، چند پیش قسط میدین؟ پیش قسط؟ پورسانت. هر کدوم از اون بسته ها پورسانت جداگانه خودشونو دارن. من بهتون میگم الان به این پول احتیاج دارم. میفهمی؟ گفتم که شرمندم. دستم خالیه. شاید بتونم یه 200-300 تومانی برات جور کنم. شما اصلا از من نپرسیدید این پول برای چی میخوام. در اصل ماجرا فرقی میکنه؟ این کف دست. مو نداره. هر چه سریعتر این رو رد کن بره. داره میره رو مخم. دیگه روشو خیلی زیاد کرده. خیلی روشو زیاد کرده. هیچ وقت پولای پشت سرتو خراب نکن. برای این کار هنوز خیلی زوده. مطمئنم که یه روزی به دردمون خواهد خورد. هنوز خیلی باش کار داریم. من اصلا قربونه دستت. اینه یه دقیقه نگاه کن. ببینم. خوبه، آستیناشو وست کن، زنگ بزن بیاد برای پروبه اولیه. باشه، چشم. حواست کجاست؟ داری برش میزنی، بعد میگی ایراد از الگو بود. حواستو جمع کن. بله، چشم.
ببخشید مهناز خانم. بله. یه چیزی ازتون میخواستم. بگو، گوش میکنم. میشه از شوهرتون که تو بانک بخواییم بر من یه وام جور کنه؟ تو کدوم بانک حساب داری؟ حساب ندارم. خب اشکالی نداره، سند خونه بیار، برات همون موقعی حساب باز میکنم. سند خونه هم ندارم. یه ضامن معتبر، یه بازاری، کسی که حساب بانکی معتبر داشته باشه. از قیافت معلومه که اونم نداری. خب آخه دختر گل، نمیگی روی چه حسابی به تو وام بدم؟ خب من فکر کردم که شوهرتون میتونه برای من یه کاری بکنه. گمون نکنم. حالا برای چی میخوای؟ مادرم خیلی مریضه مهناز خانم، باید عملش کنیم. کاش من پول داشتم بهت قرض میدادم، ولی کار کاسبی وضعش خیلی خرابه. سه برج حقوقتو یه جا بدم چطوره؟ مشکلت حل میشه؟ چرا رنگت پریده؟ برگه آزمایشتون لطفا. برگه آزمایش ندارم، اومدم تست بارداری بدم. ماه من تو شبای تا چشماتو روی